سال دو اولین باری که قطعه در فضای راک تولید کردی رو یادتونه که چطور اتفاق افتاد؟ حقیقت اینه که نمیتونم بگم دقیقا اولین آهنگ راکی که ساختم چطوری بوده و مربوط به کی بوده، به دلیل اینکه خب من همیشه به خاطر اینکه ساز تخصصیم پیانو بود و میخوندم، خیلی وقتا میشد که یه سری آکوردهایی رو بزنم و شروع کنم باش خوندن، به خاطر اینکه به هر صورت کورد پروگرشن راک یا اون هارمونی تاثیرگذار بوده روم، قطعا ممکنه حالا هوای راک پیدا کرده باشه ولی نمیتونم بگم که حتما یه کار راک بوده. بک‌گراند خود من موزیک الکترونیک بوده، چون من از 10 سالگی پیانو شروع کردم زدن و بعدن سینتیسایزر. موزیک مورد علاقه هم تا یه سنی موزیک الکترونیک بود، ولی از حدود سن 15-16 سالگی و با آشنا شدن با شاهراه عزت‌خواه گیتاریست اوهام و یکی دیگه از دوستامون به اسم زرتوش، دوست خوب و قدیمیم که اون بیس رو موقع با هم زد، شروع کردیم موزیکای راک کار کردن و در اوایل بیشترش کاور کردن موزیکای راک محبوب همه نسل‌ها بود. اولین آهنگ راکی که ضبط کردیم و خوب یادم میادش که در واقع یه آهنگ اینسترومنتال بدون کلام بود که من و شاهرام و زرتوش زدیم ستایی روی دستگاه ریل ضبط شد و خیلی جالب بود و خیلی انگیزه داد، به ما پخشش کردیم، رو کاست به دوستامون دادیم و میتونم بگم که اون اولین آهنگ راکی بود که ساختیم. نمیشد گفت ساختیم به اون شکل، بخاطر اینکه خیلیش الان که گوش کنین شاید تأثیر گرفته از موزیکای معروف راک دنیا باشه، ولی به هر حال اون اولین آهنگی بود که ساختیم و خیلی بهش افتخار میکردیم. اولین قطعه ای که تو فضای راک تولید کردم 82-83 من خیلی فن اندی تیمونز بودم و اون موقع تازه سیستم هم راه انداخته بودم که سونار داشتم و سیستم سونار رو کود کنم، ولی یه ترکی از اندی تیمونز داشت که خیلی حال میکردم و سعی کردم که یه موزیک اینه و موزیکمون بسازم و اولین موزیکی درست کردم که بیگران بود، اینسترومنتال کاملا اون موزیکه بود که متاسفانه به خاطر اینکه سیستم رو عوض کردم و دیگه با سونار کار نکردم و حالا اون سیستم اصلا پاک شد، فکر کنم چه اتفاق رو افتاد موزیکه رو ندارم، ولی اولین تجربه هم تو تولید موزیک یه موزیک رو راکه بکردم بود. من که تو آلمان شروع کردم ساز زدم، بعد این مدتی گروهی تشکیل دادیم و چند تا بچه آلمانی که همون هم خود طرفدار موسیقی هرمتال بودیم و من اضافه ساز یه نفهم دستم رو شروع کردم، چند تا ریف زدم روی بیس، بعد بچه ها گفتن این ریف ها چقدر باحال داری میزنی روی بیس و اونا تطبیق شد به یه آهنگ، خودم نمیدونم مثلا شدم آهنگساز گروه مثلا نصف آهنگار من هم میساختم. خیلی خوشحالم، یکی از پربارترین اول معروف خلاقترین و مفیدترین سال زندگی من بود اون دوره. گروهی داشتیم به اسم سامر یا همون تابستون، به خاطر اینکه تعداد دانشجوی دانشگاه تهران بودیم که تابستون ها می آمدیم رشت برای تعطیلات تابستونی و تو اون مدت سعی می کردیم که یه سری آهنگ ها رو بازنوازی کنیم و حتی به صورت آلبوم روی نوار کاست ضبط کنیم. در واقع این گروهی بود که اورود برادرم و یه سری از دوستانش تشکیل داده بودن و منم اونجا گیتار بیس می زدم.
تولید قطعات هم اوایل کار مطرح نبود، صرفا بازنوازی بود. بعد چند سال، هلوش سال 74 فکر کنم 75، ما کم کم شروع کردیم که خودمونم یه سری کار تولید کنیم. در نهایت منجر شد به یه دونه نوار کاستی که آلبومی که سال 1300 فکر کنم 75 تولید شد به اسم سشن، و اونجا دیگه ما کارهای خودمون اجرا کرده بودیم. بعد از اون در همون اواخر دهه 70 من خودم شخصا سعی کردم یه سری کار تولید کنم. آخرش در سال 79 و دیگه ضبطش شد 80، یه آلبوم کامل 10 ترکه به صورت بدون کلام تولید کردم. البته کار تنظیم و ضبط و در واقع پرودیوسش رو اورود بردارم به عهده داشت. در واقع من اون آلبوم رو نه تنها ضبط کردم، بلکه رفتم مجوزش هم گرفتم از ارشاد، ولی خب تهیه کننده برای پخشش پیدا نکرد. من از آغاز نوازندگی در حقیقت توی موزیک راک و ساب ژانرهای راک آهنگسازی کردم و نوازندگی کردم، طبیعتاً همش سعی در ساختن قطعات راک داشتم، ولی اولین قطعه رو که تونستم کامل کنم، یعنی تنظیم استاندارد از نظر ارس کوراس نمیدونم بریج تا انتها تونستم کامل کنم، یه قطعه بود به اسم ریترن که موزیک بدون کلام بود، خط ملودی خواننده لید گیتار بود. بعدن همین قطعه ریترن شد اولین قطعه ای که ما تو اولین کنسرت هامون اجرا میکردیم، یعنی کنسرت رو شروع میکردیم، تجربه اولین تجربه کامل کردن و تنظیم یک ترک رو به من داد. خودم اولین قطعه راکی که تولید که نمیشه گفت که ساختیم و زدیم اجرا کردیم، بیشتر برای خودم و دوستان، سال 1359 بود با تشکیل اولین گروه راکی که داشتم. یه گروه میشه گفت زیرزمینی، چون واقعا موقعیت و وضعیت برای من خیلی فرق کرد. یه کارهایی توی فضای راک میساختیم و با هم دیگه با دوستان با سه تا دیگه از دوستان تمرین میکردیم و زدیم میزدیم تا زمانی که گروه اصلا پاشیم. اولین کاری که من تو فضای راک همه کارشو خودم انجام بدم و بسازمشو تنظیمش بکنم قطعه گوشایت رو به خوابان بود که سعید توانایی شعرشو گفت. قبل از اون با مادی پاکسا چند تا آلبوم کار کرده بودم، با عبدی و ایرانفر فکر میکنم 2 الی 3 تا آلبوم کار کرده بودم، ولی خب اون قطعه که خودم از 0 تا 100 دخیل بودم توش و کاملا سلیقه خودم بود، اون زمان فکر میکنم اولین بار توی قطعه گوشایت رو به خوابان اتفاق افتاد. تو ای شاخه سبز زیتون میونه لب سرخ یک دو، تو ای رود پاک خدایی شگفت و پر افسون و پر مهربانی، گوشهایت را بخوابان برو قلب این حزن نهانی. طبیعتا اولین چیزی که تو اون زمان جذاب بود نو بودن این قصه بود. وقتی هم که یه چیزی نوئه، شما چشمتون رو روی ایراداتش می‌بندین، روی یه سری چیزایی که براتون خیلی ناخوشاینده بهش توجه نمی‌کنین و بیشتر اون نقاط مثبتش براتون برجسته میشه و سعی میکنید به اونا دل ببندید و اینکه هی امید داشته باشین که این اتفاقات بهتر میفته. اون ایدئولوژی که پشت آثار موسیقی راک باید وجود داشته باشه، اون کانسپت و اون مفهومی که حالا جدا از اون اتفاقاتی که تو موسیقیش میفته باید وجود داشته باشه، همیشه برای من جذاب بود و باعث این شده که این سبک موسیقی رو دنبال کنم و مخاطبش بشم. چیزی که من تعقیب کرد راک ایرانی رو دنبال کنم این بود که خب ما اون موقع خیلی
موزیک غیر ایرانی، راک غیر ایرانی گوش میکردیم. حالا راک غیر ایرانی شاید اصطلاح درسترش اینه که بریتیش راک گوش میکردیم، راک هایی که حالا تو امریکا و انگلیس تولید شده بودن، حالا یه خودم آلمان و بعضی از کشورهای اروپا شرقی. من خواستم ببینم که تو ایران چطوری داره کار میشه، یعنی وقتی فهمیدم یه سری بند هم تو ایران هستن که دارن روی این نوع موسیقی کار میکنن، برام جالب بود و همین باعث شد که ادامه بدم. و حالا اون موقع که خیلی هم اجرای رسمی نبود، از این استودیو حالا به اون خونه کسی رفیقی و دیدن تمرین بچه ها، دیدن مثلا تمرین های جدی بچه ها که حالا بعضی ها کاور میزن، یعنی اغلب به چیزایی که من دیدم میرفتم میدیدم بچه ها ساز میزنن کاور میزن. بعد از اون دیگه اون اتفاق نیفتاد؟ یعنی شما تا یه جایی میگی که آقا خب حمایت کنیم، خب حالا بهتر میشه، این چیزا برطرف میشه؟ واقعیتش اینه که نه، الان برای من اون حس نسبت به موسیقی راک ایرانی وجود نداره. و البته دو تا نکته بگم، یکی این که قطعا بالا رفتن سن تو این ماجرا بی تاثیر نیست، و دو هم این که در مورد راک همه جای دنیا اتفاق افتاد. یعنی راستش این که آیا هنوز هم این انگیزه دارم؟ نه، من اون انگیزه گذشته رو ندارم. و واقعیتش اینه که راک فارسی نتونست خودش رو ثابت کنه به ما و توی پلیلیست ما بمونه. حدود 10 سال پیش پیتر سلیمانی پور خدا بیامرز به من گفتش که، چون من داشتم گفتم آقا این جریان حالا موقع راجع به راک نبود، راجع به کلا موسیقی آلترناتیو یا موسیقی حالا جریان فری هر چی که بخوام بهش بگیم، دستاورد آنچنانی نداشته. و پیتر میگفتش که چه توقعی داری، هنوز چند سال بیشتر ازش نگذشته. ولی خب الان که دیگه شده 20 سال آدم توقعاتی داره دیگه، و وقتی برآورده نشده قاعدتا از سر اشتیاق دنبال نمی کنم دیگه. نو دارم سوالی دو سخن از یار مگو، هر دم که زدم فال همه بیهوده و بیفرجام نمود آخر. این بند سارت برگردن خوده که مرا بردم برساند جان، که همه گرد